اما دونده سرعت اهل برالوس که در کمتر از 24 ساعت گذشته توجه جهانی رو به خودش جلب کرده، طی چند روز آینده از توکیو به لهستان میره. ساعتی پیش دیده شده بود که کریستینا تیمانسیوکایا، حالا بردیا اینجا درستش رو به ما میگه، به سفارت لهستان در توکیو رفت. این هم تصاویرشه که میبینین. و حالا معاون وزیر امور خارجه لهستان خبر داده او برای ویزا اقدام کرده و این کشور روادیدی انسان دوستانه رو برای این ورزشکار صادر میکنه. این دونده سرعت شب گذشته گفته بود به علت انتقاد از مقامات ورزشی بلاروس او رو مجبور کردن که المپیک رو ترک کنه و برخلاف میلش سوار هواپیما بشه، اما او از این تصمیم سر باز زد و به کمیته بین‌المللی المپیک پناه برد. بردیا افشین اینجا همراه منه تا بیشتر در این ماجرا ازش سوال بکنیم. بردیا، چقدر امروز من توپق میزنم، ماجرا از کجا شروع شد؟ کریستینا تیمانوسکایا دیروز، دقیقاً دیروز یک ویدیو رو منتشر کرد، خیلی کوتاه بود، در فرودگاه به نظر می رسید که هست و خیلی براشفته بود، در حالی که همه انتظار داشتن دوشنبه او در دوی 200 متر بود، دوی در فرودگاه بود و می گفتش که مقامات بلاروس او رو ازش خواستن که به همراهیش کردن و خواستن که برگرده به خونه و همه چیز دقیقاً بعد از این ویدیو شروع شد و بعد از اینکه او التماس کرد از کمیته بین المللی المپیک که بخواد بهش پناه ببره. او به پلیس ژاپن توضیح داد که ازش مقامات بلاروسی خواستن که در دوی 1400 متر بوده، چیزی که نه تو تخصصش که نه تمرین کرده، و وقتی سرباز زده او رو مجبور کردن که بره و مقامات گفتن که او روحیه تیمی نداشته و در شرایط روحی مناسبی به سر نمیبره، برای همین بهتر که ادامه نده به رقابت ها. برگشت گرفتن، برگرد بلاروس. دقیقاً اینم اینجا نوشته که در واقع در اینستاگرامش که مقامات دروغ میگن او در شرایط عالی به سر میبره، فقط نمیتونه 1400 متر بدوه. رشتهش چیز دیگه ایه. رشتهش کاملا یه چیز دیگه ایه. مقامات حقوقی و قضایی ژاپنی وارد عمل میشن، IOC کمیته بین المللی المپیک هم وارد میشه و همینطور کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و شب رو در فرودگاه در هتل فرودگاه به صورت ایمن و در پناه مقامات به سر میبره و همونجوری که خودت اشاره کردی به سفارت لهستان رفته بود و بقیه‌اش هم که ما میدونیم که قراره لهستان به او ویزای انسان دوستانه داده. اما همونجوری هم که اشاره کردی این ماجرا ابعاد بسیار جهانی به خودش گرفته بود، جوری که اتحادیه اروپا گفته بود که با آغوش باز این ورزشکار رو میپذیره و کشورهای مختلفی خواستن که به او پناهندگی بدن، از جمله جمهوری چک و اسلوونی، ولی کن خب او ترجیح داد به لهستان بره که کشور همسایه بلاروس، شباهت ها و قرابت های فرهنگی و زبانی هم وجود داره. بعدی خب ما مثلا نمونه های زیادی داریم توی ورزش ایران که به خاطر همین باید به بازی های مرور، مثلا همین سعید مولایی رو ما داریم که اینجا نقره هم گرفت خوشبختانه. چطور میشه این اتفاقات میفته؟ این مثلا مسائل سیاسی باعث میشه که ورزشکارا رو تهدید بشن از طرف حکومتاشون؟ برای ما مخاطب ایرانی این مسائل آشناست، اما ممکنه برای مخاطب بین المللی خیلی آشنا نباشه، ولی اونها باید بدونن ما راجع به کشوری صحبت میکنیم که خیلی‌ها بهش لقب دادن آخرین دیکتاتوری در اروپا. این مرد آقای لوکاشنکو، الکساندر لوکاشنکو، 27 سال بر مسند قدرت پارسال همین موقع در یک انتخاباتی گفت به پیروزی رسیده با 80% آرا که ششمین دوره انتخابات بود. خیلی ها اون نتیجه رو به رسمیت نمیشناسن، از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا و کشورهای چون ایران، سوریه، کوبا، ونزوئلا، روسیه و چین این انتخابات رو به رسمیت میشناسن. بعد از اون بود که ما شاهد تظاهرات و اعتراضهای گسترده بودیم که تعداد بازداشتی بسیار داشته، سرکوب بسیار شدید هفته به هفته داشتیم، تعداد مفقودین بسیار و بسیاری هم از اون کشور گریختن. یادآوری کنم هفته دیگه سالگرد این انتخابات. یکی از یعنی گروهی که بسیار در این رویدادها فعالیت داشتن و نقش رهبری کننده داشتن اهالی ورزش بودن، ورزشکاران، مربیان، روزنامه‌نگاران ورزشی. اونها روزهای اول یک اعلامیه منتشر کردن، یک نامه سرگشاده‌ای که 200 نفر از چهره‌های سرشناس ورزش اون کشور امضاش کردن و محکوم کردن کاری که لوکاشنکو کرده و سرکوب رو و نتیجه انتخابات رو و خواستار برگزاری انتخابات بودن. برای همین فشار به ورزشکاران بسیار زیاد بود به شکل سازمان یافته شده و اسپلانا تیکانوسکایا، رهبر مخالفان که خارج از بلاروس به سر میبره و کسی که بسیاری عقیده دارن او برنده انتخابات بوده، میگه حتی
لوکاشنکو و دستگاهش یک انتقاد ساده به مقام ورزشی رو بر نمیتابند و اون رو انتقاد به خودشون میدونن. البته باید این رو هم یادآوری کنم، برای لوکاشنکو مسئله ورزش یک مسئله حیثیتیه. خودش پیشتر رئیس کمیته ملی المپیک بوده و پسرش که کنارشه الان رئیس کمیته ملی. جالب اینجاست که ژاپن هیچ کدوم از اونها رو راه نداده بود برای اونها. خیلی نکته خوبی رو بهش اشاره کردی، چون به خاطر همین اتفاقا این دو نفر رو محروم کرده بود. میدونین که به هر حال بلاروس هم مثل بقیه کشورهای سابق بلوک شرق از ورزش به عنوان یک ابزار تبلیغات سیاسی استفاده میکنن، برای همین ممکنه اونها هم یک دوپینگ سازمان یافته را پی بگیرن. بعد از روسیه به اندازه اوکراین مدال از اونها به خاطر دوپینگ پس گرفته شده، ولی 6 دوره حضور داشتن، مجموع مدال هایی که به دست آوردن 78 تاست. برای یک کشور کمتر از 10 میلیون جمعیت این خیلی چشمگیره. مثلا آرژانتین 23 دوره حضور داشته، 74 تا مدال کسب کرده. ایران با 16 تا حضور 68 تا. بنابراین این حضور خیلی چشمگیره، ورزش خیلی مهم و تبلیغاتیه. و همونجور که گفتم حالا شاهدیم که فشار به ورزشکاران تبدیل شده به ابزاری که ازش استفاده، ابزار سرکوب در واقع دولت لوکاشنکو. کسی چون سفیر آمریکا در بلاروس میگه که این فشار فشاریه که سازمان یافته است و تحقیرآمیزه برای ورزشکاران، و لوکاشنکو میخواد تحقیر کنه و اونها رو بی اعتبار کنه که جایگاهی در ورزش نداشته باشن. یک یادآوری هم بکنم، در بلاروس ورزشی مثل هاکی روی یخ بسیار مهمه. اونها این بهار قرار بود که یکی از میزبانان رقابت‌های هاکی روی یخ جهانی باشن و به خاطر همین فعالیت‌های ورزشی مخالفان لوکاشنکو در داخل کشور این میزبانی ازشون گرفته شده و برای لوکاشنکو هم خیلی مهم بود، چون خودش ورزش هاکی رو خیلی دوست داره. درسته که نه ورزشکاران و نه انتقادها رو بر نمیتابه، اما براش بسیار سخت بود از دست دادن میزبانی هاکی روی یخ. بردی قبل از اینکه بری بذار یه سند رو کنم در مورد این ادعایی که کردی، این که لوکاشنکو هاکی روی یخ خیلی دوست داره، فقط میخوای حدس بزنی با کی داره بازی میکنه؟ این سند چیه؟ سند رو ببینیم بعد. باشه. خب بعد دیگه لازم نیست حدس بزنید دیگه، فقط یه نکته بگو. این کسیه که خود لوکاشنکو برادر بزرگترش خونده، ولادیمیر پوتین، که حمایتش همواره همراهه. آخرین خبری که دیدم همسر این دونده هم گفته که بهش میپیونده در لحظه. یک نگرانی عمده برای افرادی که از اردوی کشورهایی که سرکوب گرن برای ورزشکاران وجود داره، خانواده هاشون در کشورهای مربوطن و خوشبختانه برای او همسر فشار به همسرش نمیشه اعمال بشه، چیزی که ابزار سرکوبی که لوکاشنکو میتونست ازش استفاده کنه، و خوشبختانه همسر او هم میتونه به لهستان بره. بسیار ممنونم بردی افشین اینجا همراه ما.